سال گذشته میلادی برای شیعیان پاکستان سالی سراسر ناامنی بوده است. سید ساجد علی نقوی یکی از روحانیان شیعه پاکستان گفت سال گذشته برای شیعیان پاکستان سال ناامیدی، ناامنی و فقر بود و مردم در سال گذشته با ناامنی و نگرانی مواجه بودند. به یفزود در سال گذشته سوال مردم کشور این بود که ناامنی، تروریسم، فقر، گرانی و فساد چه زمانی قرار است در کشور پایان یابد؟ تا مردم از این در دورنج ذهنی آزاد شوند و چه زمانی مداخله خارجی در سیاست داخلی پاکستان پایان میابد؟ این روحانی شیعه در ادامه گفت هر سال در دنیا سیاستمداران، رهبران دینی، مسئولان، سازمانهای حقوق بشر، و سازمان های فرهنگی با پایان سال و آغاز سال جدید عهد می کنند از کوتاهی هایی که در سال گذشته شده درس گرفته و در سال آینده احتیاط کنند اما در سال بعد هم همین اشتباهات را تکرار کرده و سال قبل بدتر می شود وی با اشاره به اقدامات سنیهای تندرو و به کشتار شیعیان بیگناه ادامه داد پاکستان نیز در سالهای گذشته با بحرانهای سنگینی مواجه بود اما مقامات اقدامی جدی صورت ندادند و نتوانستند سازمانهای تروریستی را نابود کنند و تاکنون نیز عوامل حادثه های بزرگ تروریستی به مردم معرفی نشدند این روحانی شیعه در پایان اظهار داشت قدرتهای جهانی میخواهند اسلام را مرتبط با تروریسم معرفی کنند و این در حالی است که بزرگترین قربانی تروریسم مسلمانان شیعه بوده و هستند